50 سال از تأسیس کانون نویسندگان ایران می‌گذرد این کانون از هسته های اصلی روشنفکرانی بود که مرجع خوانده می‌شدند اما یکی از مهمان های پرگار میگوید زمانی روشنفکران مرجع به سر آمده آیا چنین است سلام نگاهی به بخشی از اسامی کسانی که کانون نویسندگان ایران را بنیاد نهادند یا چهره های شاخص آن شدند کافی است تا تغییر را ببینیم سائدی، بیزایی، بهازین، آشوری، آل احمد، دانشور، سپانلو، خویی اینها روشنفکرانی بودند که بخشی از جامعه ایران خریدار حرفهایشان بود شماری از آنها درگذشتند شماری در قتل‌های زنجیره‌ای و دیگر خشونت‌های سیاسی از میان برداشته شدند شماری در تبعیدند و اندک گروهی هنوز در ایران حالا خود آنان نیز می پذیرند که در معادله روشنفکر و مخاطبش یک تغییر اساسی ایجاد شده است این تغییر چیست آیا جامعه ایران روشنفکر زده شده است آیا حقوق بشر از جمله حقوق فردی و حقوق زن ذهنیت اقشار تحصیل کرده در مورد روشنفکری و روشنگری و رسالت آن را تغییر داده است فرهاد خسروخاور جامعه شناس در پاریس معتقد است زمانه روشنفکران به گفته او پیام برگونه و بلند پرواز به سر آمده و نسل جدیدی از روشنفکران ظهور کرده از او خواهیم پرسید این نسل جدید کیست و چه میگوید؟ اما فرزانه عظیمی تحلیلگر و فعال سیاسی میگوید نسل پیشین روشنفکران کماکان حی و حاضر و فعال است و ظهور نسل های جدید به معنای بی اعتبار شدن روشنفکرانی که قصد تغییر جهان را داشتند نیست خیلی خوش آمدید آقای خسرو ابتدا به تفصیل به ما بگید این تغییری که شما بهش معتقد هستید و در مقاله با همکاری دیگه راجبش مفصل نوشتید چی هست چرا نسل به گفته شما بلند پرواز روشن فکران دیگه حرفش خریدار نداره در حقیقت این مسئله برمیگرده به تحولات اجتماعی در سطح ایران و در سطح کلان در بین تحولات بین المللی ما بلند روشن فکران بلند پروازمون اولا تعدادش بسیار محدود بود مرد بودن زن توش خیلی کم بود جامعه جامعه بودش که تحصیل کرده ها تعدادشون کم بود بنابراین گروه معدودی بودند که اینها ما اونها در رابطه بودند و خب افکاری هم که داشتن افکار میخوام بگم بلند پروازانه بود به طور مثال مارکسیست بود یا اسلامی بود یا دموکرات بود به هر حال اینها کسانی بودند که مطلق گرا بودند و اکثر اینها هم ایدئولوژی داشتند یا یوتوپیایی داشتند که یوتوپیایی است که من اسمش رو میذارم نجانگوسیخته و مطلق گرا به طور مثال جامعه بی طبقه شما میدونید که جامعه بی طبقه خیلی خطرناکه چون در دنیای مدرن جامعه بی طبقه یعنی به وجود اومده یعنی یک دولت در حقیقت قدرتمند که بقیه رو خورد میکنه برعکس بگیم جامعه بی طبقه یعنی کم کردن تضاد طبقاتی و تفاوت طبقاتی این یک یوتیپیای میخوام بگم قابل قبوله بنابراین یوتوپیا ها هم تو هایی بودش که لجام گسیخته بود و مطلق گراه. از طرف دیگه شما اگر به زندگی اینها نگاه بکنین وقتی شما یه روشنفکر فکر بلند پرواز می شدین برای سی سال چهل سال تا آخر عمر روشن فکر بودین تحولات دنیای فعلی باعث شده که اولا تعداد دیپلومه ها تعداد کسانی که به دانشگاه برن خیلی زیاد بشه دو روشنفکرانی به وجود بیان که این روشنفکران مقتعی هستند به طور مثال در رابطه با حرکت های اجتماعی به وجود میاد مثلا حرکت سبز باعث شد که گروه از جوان ها وارد گوت بشن و به عنوان روشنفکر قد علم کنن که قبلا کسی نمیشناخت و بعد از حرکت سبز هم اینها کم کم محو شدن یعنی روشنفکر میانجی یا واسط اسمش رو من گذاشتم روشنفکرانی هستند که طول عمرشون میتونه محدود بشه به یه حرکت اجتماعی و یه دوران کوتاه و بعدا همین اینترنت تحولاتی که باید توش به وجود اومده باعث شده که خیلی راحت تر افراد معمولی بتونن نقش روشن رو در یک مقطع بازی کنن به جز این من فکر نمی کنم که روشنفکر بلند پرواز از من رفته و فقط یک نوع گروهی به وجود اومده به عنوان روشن فکر میانجی یا واسط من فکر می کنم گروه های روشن دیگری هم هستند که باید گونه شناسی کرد <applause> که این گروه, گروه دیگر گروهی هستند که بین این تا یعنی طول عمرشون بالاتره کار روشن فکری رو میکنن ولی اون مطلق گرایی رو ندارن و خب ما مثلا الان چه میدونم آرش نراقی حتی مثلا کدیور الانه که در دیاسپورا هست و خب نقش دیاسپورا هم در اینجا زیاد میشه در طبعیده. بین ترتیب به نظر میاد شما معتقد هستید ما گروه روشن به گفته خودتون بلند پرواز رو داشتیم که تاثیرگذاریشون اینجوری که میگید کم شده به دلایل مختلف یک گروه روشنفکران واسط یا میانجی داریم که در طول برنامه ازتون خواهم خواست که بیشتر در موردشون توضیح بدید و در این میان گروهی داریم که دو تا مثالی که زدید اینها نواندیش این دینی شمرده میشن آیا منظورتون این دینی دینی نیستن مثلا حالا ما در این لایک هم داریم <تصفح> مثلا کسانی که چه میدونم روشن فکری که داشتیم که <تصفح> مسئله جامعه مدنی رو مطرح کرد در ایران آقای, آقای بشیریه آقای بشیریه. که خب ایشون هم یه نقش روشن میانی رو بازی میکنه که به هیچ وجه مطلق نیست خیلی محدودتره ولی انحال... این از مطلق گرا چیه برای اینکه خیلی ها که ممکنه نقد کنند دیدگاه شما رو خواهند گفت که منظور شما اینه که دوری ایدئولوژی هایی چون مارکسیسم به گفته شما به سر آمده و اونهایی که یا اسلامگرا یا و اونهایی که شما مسلقگران نمی نامید ایدئولوژی لیبرال یا دموکراسی جاری رو در واقع پیش کردن منظور اینه یا اینکه نه نگاه مثلا ما در قبل کسی داریم مثل حبامه هست که خب دید سوسیال دموکرات داره و دید بازی داره که اون هم جزء روشنفکران بلند پروازه روشنفکران بلند پرواز فکر میکنن که در تمام مسائل اجتماعی دست دارن یعنی یک نوع احاطه‌ای ای دارن به کلیت وجود جامعه یعنی جواب دارن برای همه سوال جواب دارن برای همه سوال های اجتماعی لاقل و این بوت هم الان خیلی ضعیف شده چون اولا علم بسیار پیشرفت کرده زمین های مختلف هست انسان شناسی هستش فلسفه هستش جامعه شناسی هستش روان شناسی هست و اینها طوری شده که احاطه بر اینها به صورت کلی خیلی مشکله و کسی نمیتونه دیگه شما الان کسانی که در قرب، به روشنفکران بلند پرواز هستن مثلا در فرانسه الان بدیوس که بالای 80 سالشه در آلمان همین هابرماسی که بالای 80 سالشه در امریکا آقای شومسکی هست که بالای 80 سالشه اینها دیگه پدر بزرگا هستند و نسل جدید روشنفکر اولا تعدادشون خیلی بیشتره که اینها میتونن اسمش من گوشتم روشنفکران میانی نه میانجی بلکه میانی ام. یعنی نوعی اون احساس رو دارن که باید راجع به جامعه به صورت کلی صحبت کرد ولی به هیچ وجه اون بلند پروازی و مطلق گرایی رو ندارن شما وقتی آقای احسان تبری از ایران صحبت میکرد اینا فکر میکرد ماکسیزم در حقیقت تمام رو داره حتی لیبرال هایی هم که ما داشتیم به روشن فکر چه در ایران چه در قفل می پاسخ رو به تمام سوالات دارن این مسئله زیر سوال است و شما یک جواب برای تمام مسائل اجتماعی نمیتونید داشته باشید خانم عظیمی بخش زیادی از روشنفکرانی که آیه خسروخاور بلند پرواز و حتی در مقاله‌ای که به همراه همکارشون نوشتن گستاخ خود بزرگین و خود محور نامیده افزونو بر کارهای فرنگی کار سیاسی هم میکردن در قبل از انقلاب قصد تغییر جهان رو داشتن و بعد از انقلاب هم فعال سیاسی در رده رهبری سازمان های سیاسی داشتن شما یکی از اونها هستید این توصیف از روشنفکران فکران بلند پرواز رو شما قبول دارید؟ من البته با بخشی از صحبت هایی که ایشون میکنه یا صفاتی که میده در رابطه با مطلق گرای روشنفکران بلند سال پیش میتونم موافق باشم ولی اولا باید بگم روشنفکران فکران در طول این چهل سال خیلی تغییر کردن اونا ثابت نمونده از تجربه خودشون درس گرفتن جهان امروز همونجوری که خودتون گفتید خیلی تغییر کرده و ما در یک دنیای یک بودی دیگه زندگی نمی کنیم. اما اینکه روشن فکران بلند پرواز آیا عمرشون به سر رسیده آیا این بلند پروازی کار درستی بود اینکه اینها یک نقش پیامبرگونه برای خودشون قائل بودن یا شما تو اشاره می کنید که اونا دوست داشتن معروف بشن خود محور بودن و میخوام بگم من با این بخشش کاملا مخالفم و اصولا این دید رو که ما بین روشنفکران یک تقسیم بندی کنیم بگیم یک بخششون روشنفکران بلند اشتباهات خودشون رو داشتن مطلق گرا بودن و امروز روشنفکران میانی یا واسط به اصطلاح این نقاط قوت رو دارن که اشکال مدنی شرکت میکنن طول عمر حرکتشون کوتاه خیلی نزدیکن خود محفر بین نیستن و بعد که جواب حرکتشون گرفتن عقب میرن آیا این اصلا درسته من فکر میکنم نمیشه یه خط و مرز و دیواری کشید بین روشنفکران بلند پرواز و روشنفکران میانی من فکر میکنم اینا ادامه تجربه و به اصطلاح فعالیت نسل گذشتهشون هستن ولی با درس آموزی از اون تونستن تغییر بدن البته شاید این درس آموزی کامل نبوده به این دلیل که خب هم زمان شاه هم در زمان جمهوری اسلامی متاسفانه روشنفکرا همیشه زیر ضرب بودن دگراندیشا همیشه جاشون توی زندان بوده یا اعدام می‌شدن ولی اینکه بلند پروازی اصولا چیز درستیه به نظر من هنوز هم چیز درستی شما فکر کنید حتی در صحنه علم که شما ازش مثال میزنید اگر انسان فکر نمی کرد که میتونه یه روز مثل پرنده پرواز کنه ما هرگز با هواپیما ایده ای به عنوان هواپیما رو برو نبودیم امروز وسیله نقلیه عمومی و خب بر اساس این هواپیما وقتی ما به اون نقطه رسیدیم قدم بعدی شد که بریم به فضا و امروز میبینیم که دارن نقشه میکشن که 150 میلیون انسان رو ببرن در فضاهای دیگه جایگزین کنم بنابراین بلند پروازی یک مستر پلنه که براساس اساس اون ما میتونیم به عنوان یک روشنفکر میانجی قدم های کوچیک رو برای عملی کردن اون برداریم مثل اینکه شما بخواد یه خونه بسازید و اول یه طرحی بده اونو داشته باشید و بعد مساله رو میارید مهندسان و مجریان این رو این که اون انجام شما ازش صحبت میکنید آقای خبر میگه که مطلق بود و الان نسل جدید که مخاطبان روشن فکران هستن اینجور طرحهای وسیع و به عبارتی روایت کلان رو نمیفذیرن بله این میتونه یه فاکت باشه ولی به نظر من اتفاقا اشکال این روشن اینه این یه نقطه ضعف. شما نه تنها در سطح ایران وقتی میده اشکال این روشن منظورتون روشن که آقای خسروخاور بله. میانجی می بله. نسل جدید دقیقا ده. البته ایشون هم توی مقالهشون اشاره میکنن که این روشن فکران وقتی که به مشکل سیاسی یا بحران سیاسی میخورن دیگه راه حل براش ندارن بنابراین این قبول داریم هر دو طرف فکر میکنم که این یک مشکله و یک نقطه ضعفه ولی این که امروز روشن فکران بلند پرواز زیر سوال هستن باز من میگم به دلیل اون گذشته شونه شما ببینید توی زمان شاه یا زمان جمهوری اسلامی همیشه ضد اونا تبلیغ شده و این تبلیغات تاثیرش رو گذاشته به این معنی که تا همین چندی پیش هر روشن فکری که میومد حرف بزنه اولین چیزی که میگفت میگفت من وابستگی سیاسی به هیچ جریانی ندارم انگار که مثلا این یه حسن باشه چی این کرد؟ این روشن فکرانی که شما میگید تغییر کردن و دیگر نمیشه مطلق گرا نامیدشون کماکان آقای خسرو خاور میگه بلند پرواز و مطلق گرا میشه نامیدشون آیا اینها الان حرفشون خریدار داره در جامعه ایران به نظر من بله شما نگاه کنید من همین چند وقت پیش بود که دیدم این کار یکی از نقاشایی که تو ایران هست یکی از نقاشیایی که ارائه کرده صحنه اعدام و به اون درگیری حمید اشرف رو کشیده بود و اون رو بعد از چند سال بعد از این همه چهل بیش از 40 سال از اون فیلم هم نزدیک 50 سال داره ازش میگذره یعنی جامعه این رو فراموش نمیکنه. شما فکر کنید روشن فکران بلند پروازی مثل مثلا مثل خسرو گل سرخی وقتی که اومد توی دادگاهش دفاع جانانه از ارزش هایی که خودش براش قائل بود کرد تا اون لحظه شاید مردم نمیشناختنش ولی درست توی اون لحظه شد قهرمان مردم هدف در اون لحظه شد آیا خسرو گل سرخی در حافظه نسل های ایرانی که الان در صحنه هستن کماکان مونده به نظر من مونده به نظر من حداقل روحش مونده به این معنی که منی که خسرو گل سرخی و اون دادگاه زنده شد دیدم و اون ایده هایی که ازش گرفتم اینو به یه شکلی منتقل کرد جنبش سبز شعارهایی که داد در واقع با درس آموزی از اون رو محدود کرد از ارزش های عام دفاع نکرد ولی تو همون شعار رای منکو در واقع اون خواست فردیش و اون ارزش ها رو اومد تبلور داد آیا شما اینه که کسانی که در جنبش سبز شرکت کردن در ساموزی کردن از اون نسلی که آقای خسرو بلند پرواز می نامه؟ به نظر من بله برای اون نسل بلند پرواز شعارش رسالت خودش اینو میداد تغییر جهان به اصطلاح عمومی بعد کشورش آزادی عدالت اجتماعی و وقتی از رأی من سو... به اصطلاح شعارش میاد طبیعتا اولین چیز مسئله آزادی یعنی ده. آزادی انتخاب من و شما چرا به رسمیت نشناخت آی خوش من فکر میکنم انقطاع بسیار عظیمی هستش بین حرکت سبز و مثلا اون روشنفکران بلند پرواز یا خسرو گل سوخی گل سوخی به دموکرات نبود دموکراسی براش مطرح نبود مسئله طبقاتی مطرح بود و میخواستش که در حقیقت قدرت پرولتاریا و قدرت اون گروهی اجتماعی که باید از دید کمونیستی و جامعه حکم فرما بشه ایجاد بشه بنابراین این یه انقطاع بسیار از این هستش که امتداد نیست یعنی از دید من رأی منکو یعنی رابطه رأی با فردیت من به عنوان کسی که کرامت انسانی داره شما بنابراین این اینجا یه انقطاعه بله شما جایی گفتید که رسالت روشنفکران میانجی یا واسط که غالبا وقتی رجبشون صحبت میکنید و مثال میارید روشنفکران جوان هستند دیگه کسانی که به گفته شما در های اجتماعی تاثیرگذار گذار میشن ولی بعدا ممکنه نامشون ناپدید بشه گفتید اینها در ارتباط با زندگی روزمره مطالبات رو تر کنند یه مقدار توضیح بدید منظورتون چیه و اصولا یه مقدار بیشتر این چهره روشن فکر واسط یا میانجی که به گفته شما الان جریان قالب روشن فکر است رو برای ما توصیف کنید روزمره یعنی مسائل اجتماعی از طریق از پایین به بالاست نه از بالا به پایین و این آرمانگرایی مطلق که واقعا اکثریت قاطع این روشن فکرانی که ما داشتیم زمان انقلاب مطرح بود این آرمانگرایی کاملا از بین رفته نه به عنوان پدیده منفی به عنوان پدیده مثبت یعنی جامعه رو خواسته هاش رو می مثلا الان حرکت های اجتماعی در ایران مطرح هستش که بر مبنای اکولوژی بر مبنای محیط, زیسته. خب این پدیده هستش که زندگی روزمره است مثلا آب شوره در جنوب ایران یا اینکه مثلا هوای آلوده است و اینها مسائل یعنی که آب داره پایین میره سطحش و بعدا این باعث میشه که در حقیقت خطر یعنی فکر اگر روشنفکران بلند پرواز امروزه حرفشون خریدار داشت به این چیزها نمی پرداختن براشون اهمیت نداشت من فکر آرمان طوری بود که این مسائل رو فکر میکردن مثلا زنان رو بگیریم <coughs> روشنفکران مطلق گرا ف... آرم... <coughs> فکر میکردن که خیلی از زنانی هم که توی این حرکت ها بودن فکر میکردن اگر جامعه بی طبقه ایجاد بشه مسائل زنان کاملا حل میشه. به بحث زنان فقط میرسیم چون میگن یکی میگن از از دلایلی که خانم بله خانم عزیمی رو دعوت کردن الان اصلا اینطور این نیست بود. الان میگن مسئله زنان مسئله خاص خودش هستش بله. که باید مطرح بشه و به عنوان یه گروه اجتماعی مطرح بشه در رابطه با حقوق بشر و غیره بله. بنابراین اینجا هم ما میبینیم انقطاع هستش بله. به جای امتداد به اون معنا نیست بله. و بنابراین ب... من که مطالب شما رو راجع به روشنفکری اینا خوندم میبینم که شما وقتی راجع به این روشنفکران میانجی صحبت میکنید معتقد هستید که اینها اگر حرکتی انجام میدن در ارتباط با وضعیت ایران این بر اساس یک ایدئولوژی یا یک روایت کلان نیست میبینن که وضعیت حاضر چجوره و بعد تصمیم میگیرن قدم من چی باشه این ما رو به یک مثال میرسونه برای اینکه بیننده به وضوح بفهمه که منظور شما چیه کاوه مدنی یک دانشمند حوزه محیط زیست حوزه مسائل مربوط به آب که از خارج از ایران بلند میشه میره میشه معاون معاون رئیس جمهور معاون یکی از اعضای کابینه آقای روحانی ولی بعد از مدتی میبینه که کاری نمیتونه بکنه و از ایران خارج میشه اگر کاوه مدنی رو بشه یکی از چهره های روشن فکر واسط و میانجی نامی درسته به نظر شما یعنی مثال خوبیه به نظر من این مثال قابل بحثه ولی ابعادش داره که به روشن فکر میانجی میخوره البته من به شما بگم من وقتی میگم روشن فکر میانجی به عنوان یک جامعه شناس که پدیده های اجتماعی رو تجزیه تحلیل میکنه میگم نقاط ضعف بسیاری داره این, میانجی. این نقاط ضعفشون چی هست مثلا همین رابطهشون با سیاسته مثلا اینو در زمینه ایران ما میبینیم حرکت سب چه در با سیاست یعنی اینا مسائل سیاسی براشون به اون طریق مطرح نمیشه بنابراین از این لحاظ اگر از روشن، از تجربه روشنفکران بلند پرواز استفاده کنند بد نیست ولی بزاری مسئله روشنفکران بلند پرواز مطرح نمیشه منظور چیه مسئله اخلاقی مطرح میشه زندگی روزمره که مطرح میشه این رو در سطح سیاسی نمیبرن که بعدا بگن ما چیکار میخوایم بکنیم این رو در سطح سیاست اینو در در انقلاب های عرب هم میبینیم در اونجا ما میبینیم مثلا در انقلاب مصر واقعا مسئله روشنفکران میانجی مطرح هستش که اینها پروژه سیاسی ندارن خوب. فقط میبینن که مسائل اخلاقی هست و مسئله رو مطرح میکنن و این مسئله که مطرح میشه برای اینکه برسه به سطح سیاسی لازمه این هستش که اولا تجربه سیاسی به صورت فکری مطرح بشه که اینو نداریم و بعدا باید گروه های اجتماعی دیگری باشن که این رو بگیرن شما با این توصیفی که آقای خسروخاور از روشن باست یا میانجی میکنه موافق هستید که مسائل روزمره رو تر میکنه این مسائل روزمره رو در پرتو یک ایدولوژی کلان نمیبینه و اتفاقا اشون مثال فمینیسم و حقوق زنان رو میزنه موافق هستید و میگه این چیزیه که در روشن فکران بلند پرواز نبود من اینو کاملا موافقم باش به همین جهت گفتم من اصولا این مرزبندی یا دیوار کشیدن بین این دو نسل رو درست نمیدونم به نظر من این دو نسل هر کدومشون یک نقاط قوت و نقاط ضعفی داشت توی اون موقع اشکال کار این بود که واقعا به اینکه بیان اون شعارهاشون و ایدههاشونو به در واقعیت و در عمل بهش جامعه عمل بپوشونن زیاد فکر نمی دنبالش هم نبودن شاید هم رو نمیشناختن امروز ولی این راه ها شناخته شده برای اینکه خواستای کوچیک مدنی ولی اتفاقا وقتی به مسائل زنان اشاره میکنید خب درسته مسئله زنان اتفاقا جنبش زنان یکی از مهمترین جنبش که بعد از انقلاب تونست پیشرفت کنه و خیلی مثبت هم قدم برداشت ولی اتفاقا تو همین جنبش زنان که کمپین های بزرگ و موفقی هم گذاشته مثل کمپین یک میلیون امضا ضد سنگ سال و بعد از اون تلاشایی کردن که حتی برای تغییر قوانین اوکی ولی اینا قدم های بسیار کوچیکی بود من خودم یک صحبتی که همیشه روش تاکید میکنم اینکه زنان اگر نیان توی به اصطلاح سیاست دخالت کنن و مشارکت سیاسی داشته باشن یا بلند پروازی به این معنا که بخوان از بالا یک مسئله پلان داشته باشن که بتونن تغییرات ایجاد کنن با فقط قدم های کوچیک این براشون کافی نیست چهل سال ما داریم این قدم های کوچیک رو برمیداریم واقعا یک نسل چقدر وقت و عمر داره که با قدم کوچیک بخواد به جای برسه امروز برای برداشتن یه روسری شما می‌بینید که 20 سال بهشون حبس میدن بنابراین این تجربه 40 ساله ثابت میکنه به نظر من که این قدم‌های کوچیک به تنهایی کافی نیست یعنی فکر در حرکت زنان بلند پروازی بنز کافی نیست به نظر من نه یعنی سرکوب باید بگیم که سرکوب و تبلیغات رژیم یه نقش خیلی مهمی رو بازی کرده اینو هیچ وقت نباید فراموش کنیم اگر این نبود حتما اونا بلند پروازی دارن ولی نمیان بیانش کنم گفتن این فمینیست ها الان در حوزه روشن فکران میانجی یا واسط هستن یه مقدار سخته برای اینکه فمینیسم یک روایت کلان خودش و فعالان حقوق زنان در ایران اگر هم قدم های کوچیک برمیدارن به گفته ایشون فمینیسم در ذهنشون یک مستر پلان دیگه یک روایت کلانه نیست مسئله اساسی به این اینه که بین یوتوپیای مطلق و یوتوپیای کلان تفاوت بگذاریم <applause> مثلا تو خود فمینیست ها مطلق گرا هستن کسایی میگن باید مردها رو ترد کرد در غرب خب اینها مطلق گرا هستن ولی اینی که به شما بگین م... برنامه کلانی دارن که زن و مرد مساوی باشن در سطح اجتماعی در سطح حقوقی اینها این نوع این بریده کلانی هستش که به نظر من روشن میانجی و حتی میانی میتونن ازش دفاع بکنن مسئله اساسی این هستش که اون مطلق گرایی باعث میشد که مثلا روشنفکران زن تعداد کمی که معدودی که بودن در زمان شاه اینها متوجه نبودن که مسئله فمینیسم یه مسئله خاصیه و حقوق زن رو موکول میکردن به زمانی به اینکه ابعاد طبقاتی از من بره و بعدا دیگه خودش اتوماتیک درست میشه همچین چیزی نیست بنابراین کلانگرایی نفی روشنفکر میانجی و یا میانی نیست بلکه مطلق گرایی نفیشه بله. و بنابراین این بود رو به نظر ما در شما من کار گونه شناسی میکنم یعنی بله. فکر نمی کنم که یکی خوبه یکی بده آره ولی در این حال صفاتی که شما به نسلی که بلند پرواز نامیدید دادید خودش نشون میده که افسون بر گونه شناسی شما این در, در موردشون مقاله... قضاوت هم میکنید شما وقتی میگید که روشنفکران بلند پرواز گستاخ بودن خود بزرگین بودن و خود محور بودن این قضاوت خب هم درش هست خود خب در مورد روشنفکران میانجی هم انتقاد میکنم بله. میگم که اینها این بود سیاسی رو نمیبینن اخلاق هستن و زندگی روزمره میتونه برشون حاکم بشه پدیدار ما نمیتونیم یک چیز ثابت بدونیم هر پدیده در حال تغییره همونجور که جهان در حال تغییره روشن در حال تغییره و تغییرم کردن که میتونیم بکنیم بله گونه شناسی شما سوال من اینه آیا مربوط میشه به 50 سال پیش قبل از انقلاب یا اینکه اصولا معتقد هستید این روشن فکران بلند پرواز هنوزم حضور دارن وجود دارن و زندگی میکنن و تغییر دادن اف... افکارشون رو مثلا من میگم بعد از اینکه گرباچوف در واقع اومد و حرفاش زد و کلا ما با نابودی سوسیالیزم موجود و شکستن اون دیوار برلین و اینها مواجه شدیم طبیعه که این مطلق گرایی با همون شکستن دیوار برلین شکست امروز شما کمتر چپی رو میبینید که اصلا بیاد از دیکتاتوری پرولتاریا به عنوان بهترین شکل دموکراسی دفاع کنه مسئله حقوق بشری و ما سالهاست که به عنوان نیروی چپ داریم ازش دفاع میکنیم و با دل ازش داریم دفاع میکنیم بنابراین این مطلق گرایی اگر شما بگید 50 سال پیش بودم من میتونم اینو بپذیرم ولی اینکه ما بگیم هر به اصطلاح روشن فکر بلند پروازی امروز هم مطلق گراست من اینو نمیتونم بپذیرم اینکه اون موقع مستر پلانشون با واقعیت های اجتماعی هم خان نبوده اینو میتونم بپذیرم ولی خب توی یه شرکت هم وقتی پروژه میدن طرح میدن ممکنه در عمل متوجه بشن اشکال داشته طرحشون طرحشون عوض میکنن ادامه میدن کلا اون شرکت رو درشون نمیبندن بذارن کنار بله در واقع فهوای کلام شما این که نه تنها روشن فکرانی که بلند پرواز نامیده میشن توسط آی خسرو خاور دیگه مطلق بلکه طرحشون الان عملی تر و واقعی بله، تره دایقا. چنینه بله، جامعه ایران گوش میده به حرفای روشن فکرانی که شما میگید الان دیگه مطلق گران نیستن ببینید این جامعه ایران چجوری میتونه گوش بده بخش بزرگی از این روشن امروز بیرونن حتی بعد از 88 همون جوانایی که اومده بودن خیابون و این روشن فکران میانجی شما ازشنا میبرید مجبور شدن بیان خارج از کشور و همون وقتی اومدن خارج از کشور صداشون دیگه مردم نمیشنون به طور خیلی بلند ماجرت خیلی مهمه آقای خسرو شما در مقالتون نوشتید که روشنفکران واسطی یا میانجی به واسطه ی مهاجرت نقش بیشتری یافتن خیلی عجیبه بر اینکه که اونهایی که دنبال میکنن مسائل مربوط به روشنفکری در ایران نمیدونم جوانان تحصیل کرده در ایران اونچه که فرار مغز نامیده میشه و همه اینها ممکنه بگن که این حکم عجیبیه برای اینکه کسانی که تأثیر گذارن وقتی مهاجرت میکنن تأثیر گذاریشون کاسته میشه بنابراین گفتن این که روشن فکران واسط مهاجرت میکنن و این باعث افسایش تأثیرشون میشه عجیبه بر من نه <تصفح> اون چیزی که من میگم این هستش که قبلا مثلا شما اگر های سفید رو بگیرین که رفتن بعد از انقلاب اکتبر شد رفتن بیرون از روسی. روسیه انقلاب اکتبر روسیه بله خب خب اینا دیگه تاثیرپذیر نبودن در جامعه روسیه کاملا بریده بودن الانه با وجود روابطی که به وجود اومده در داخل کشورها و مخصوصا تکنولوژی و امکانات مسافرت این دیاسپورای ایران تاثیرپذیر هستش در جامعه ایران و بخش عظیمی از این روشنفکرانی که آمدن بیرون هنوز مثلا آقای مثل کد، کدیور ایشون خب امریکا هستش و خب تأثیرش هنوز در نمیشته هاشون ممکنه بگه اتفاقا آقای کدیور مثالی از روشنفکران بلند پروازی که الان مطلق گران نیست شما. بلند پرواز نیست ایشون میانی هست بلند پرواز اگر شما بلند پروازی رو بگیرین ایشون اصرار دارن در این که امتداد باشه همه چی امتداد نیست یه جای انقطاع هم هست بله و بنابراین در جامعه شناسی ما نمیتونیم بگیم همه چی امتداده بله. مثال من بزنم آقای خسروخابر داریوش آشوری از روشنفکرانیه که به اون نسلی تعلق داره که شما بلند پرواز نامیدید حتی در کانون نویسندگان هم جزو های شاخص بوده و کماکان فعاله و کماکان شخصیت قابل بحثیه شما میبینید بزرگداشت حتی در داخل ایران گذاشته میشه نشریات در داخل ایران ویژنامه براش مینویسن شما آیا آشوری رو روشنفکر بلند پرواز می نامید نه من, من فکر می ایشون جز روشنفکرانی است که من اسمش الان میانه میذارم خب از آیا اول بلند پرواز آیا... نبوده خب این آیا این حرف خانم این... عظیمی رو تایید نمی کنه که این روشنفکرانی که بلند پرواز می نامیدید می نامید و بودند تغییر کردن نه ایشون هم. تغییر نکرده ایشون نگاه کنین طرز فکرش رو اگر نگاه بکنین از اون اولم طرفدار خلیل ملکی بوده به هیچ وجه با روشنفکران مارکسیست نبوده به هیچ وجه با فکران اسلامی نبوده و یک نوع خط مستقلی رو داشته و انتقاد عظیمی هم که میکنه اتفاقا از همون لحظه که شروع میکنه انتقاد هستش از روشنفکرانی که به جهان سومی اسمش رو میذاره بله. بنابراین ایشون هیچ وقت بلند پرواز نبوده به معنای مطلق گرا شما به نظر میاد بر اساس صحبت هایی که قبل از برنامه باهاتون داشتم مهاجرت از ایران رو به خصوص در نسل های اخیر در دو سه دهه اخیر اتفاقاً از نقاط ضعف روشن فکران جوان که ایشون واسط و میانجی می میدانید چرا برید من نقاط نقطه ضعف به اون معنی نمیگم اولا اینا باید در نظر بگیریم مجبور شدن که مهاجرت کنن یعنی یه چیزی نبود که ارادی باشه همونجوری که نسل گذشته اما مل... میتونیم اینو اینجوری بگیم که نقششون ضعیف شد این روشن بعد از جنبش سبز چون شما سوال کردید که آیا با این به اصطلاح مبارزه مدنی همراه هستم یا دیدم چی من فکر می‌کنم بعد از جنبش سبز حتی خود فعالین جنبش سبز میتونن این رو در واقع اعلام کنن که یا بگن تایید کنن که کسایی که ایشون روشن بلند پرواز به سلام می نامه خیلی هاشون تو این حرکت ها همراهی کردن پشتیبانی کردن دفاع کردن بله برگردیم به بحث مهاجرت بلد بلد و روشنفکران روشن میانجی بله بگم من با خیلی از اونا از این طریق و تو اون مقطع از نزدیک آشنا بودم و باهاشون همکاری کردم و اون موقع دیدم که بعضی از خود اینها بلافاصله یا بعد از چند ماه یا بعد از یک سال برگشتم به این دلیل که متوجه شدن ارتباطشون با جامعه بریده شده اگر توی ایران بودن خیلی بیشتر میتونن تاثیر بزنن از طریق همون چه شبکه های مجازی سوشیال مدیا چه محیط زندگیشون ولی وقتی که اومدن دست و بالشون بریده شد به طور مشخص حتی فعالین زنانی من میشناسم که وقتی اومدن بیرون و رفتن خب اینجا مجبور شدن برای اینکه بتونن بمونن <تصفح> کورس ببینن دانشگاه برن و غیره ولیکن رابطه شون با اون به ریشهشون ریشه شون کنده شد و نتونستن تاثیر زیادی بذارن به نظر من اگر تو اون محیط اجازه داشتن و میتونستن بموندن تاثیرش بود چیه به نظر میاد شما معتقد هستی که روشنفکرانی که آقای خسرو خاور واسطی میانجی مینامه اونجا که پای انتخاب میرسه بیشتر حقوق فردی و حتی منافع فردی خودشون رو در تقدم قرار میدن چه این چیزی اگر هست ناشی از چه هست همون تجربه که ما در جنبش سبز دیدیم بیش از یه میلیون اومدن خیابون شعار رای من هم منکو هم داده شد هزینه هایی هم داده شد نه اینکه اصلا هزینه داده شد ولی وقتی که سرکوب شدید شد از اون هزینه در واقع اونجا قطع شد یعنی طبیعه که خب خیلی از اینها هم وقتی میان خارج از کشور به اون دلیل هم که زمینه ندارن خب میرن دنبال زندگی خصوصیشون و میرن دنبال به خودشون و این به امکان حرکت سیاسی و امکان حرکت مدنی ازشون قطع میشه و من فکر کنم اینم باز یکی از اشکالات ما باید بدونیم بدون هزینه دادن امکان نداره که یک جامعه تغییر بکنه شما در اروپا هم ببینید چهل سال پیش مثل امروز نبوده اگر مردم تونستن اینجا پیشرفت کنن دقیقا به خاطر این هزینه دادن شده آیا منظور شما در واقع این است که کسی مثل گل سرخی حاضر بود هزینه بده بله دقیقا و آقای خسرو خاور مطلق گرا و بلند پرواز می نامه خسرو گل سرخی رو ولی این روشنفکران میانجه واسط حاضر نیستن سر به زنگا اونجا که امکان انتخاب هست باید بین این یا انتخاب کنن هزینه بدن و میرن دنبال زندگی هست. به نظر من اینطور هست میتونم یه مثالم بزنم شما ببینید الان یک اصطلاحی هست به نام کلیکتیویسم و سلکتیویسم به این معنا که شما وقتی در عرصه مجازی یک آکسیونی میذارید و یک طوفان توییتری به اصطلاح راه میندازید یا از طریق فیسبوک امضا جمع میکنید یک دفعه مثلا مثل سال 2012 100 میلیون امضا میاد جمع شه در یه حرکتی علیه یک جنایتکار جنگی ولی فرداش که اعلام میکنن در فلان روز و فلان ساعت بیاید توی خیابون یک دونه پلاکات بگیرید و این جنایتی کار جنگی رو افشا کنید شاید فقط هزار نفر بیان از اون صد میلیون یعنی طرف حاضر نیست که وقتش رو بذاره انرژیش رو بذاره در مورد ایران هنوز یک کمی اونورتر هم هست در واقع باید جونش هم بذاره یا خطر زندان رو قبول کنه که چنین کن. میشه گفت خبر که روشنفکران میانجی یا واسط روشنفکران های اخیر برخلاف اون روشنفکران فکران بلند پرواز حاضر نیستن هزینه بدن فکر کنم خیلی مشکل بشه اینو گفت یک خود ایشون هم که خب این روشن بلند پرواز میشه اسمش رو اومدن خارج و هیچ به من ارادی نیست نمیشه گفت منافع فردی رو برمی‌گوزینن احساس میکنن که راه حلی نیست اگر نمیشه گفت این بحث فرار مغزا رو چجوری باید توضیح بدیم فرار خب بیا امکاناتی که الان هست قبلا نبود تحصیلاتی که الان شده قبلا نبود تعداد روشنفکرای بلند پرواز ما بسیار معدود بود چند ده تا بود مثلا بی سی تای شاید بشود اکثریتشون بله. الان ما هزاران نفر داریم صد ها هزار نفر هم حتی میشه گفت در بعضی موارد اینا خارج میان در بعضی که و خیلیشون هم موندن خیلیشون شکنجه شدن خیلیشون در ایرانن و این امکان براشون هستش که در اینجا که میان بعضی ادامه بدن بعضیاشون منقطع میشن از ایران بعضیاشون دچار یأس و ناامیدی میشن این اینها پدیده های اجتماعی خیلی عظیمی هستش که ما نمیتونیم فقط به صورت اخلاقی باهاش برخورد کنیم باید این رو در نظر بگیریم تا سعی بشه یه آیا استاتیجی... برخورد شما با پدیده روشنفکری روشنفکری که معتقد به تغییر اخلاقی نبوده با اون توصیف هایی که به کار بردید من یا این رابطه یه رابطه مبهمیه با اینها از یک لحاظ چرا, رو... چرا خودتون به یه معنا متعلق بین این تام. تام. بله. خودم بین این دو تام بنابراین این رابطه مبهم رو دارم یعنی من فکر می‌کنم نباید اینها رو حتی در موقعی هم که گفتم گستاخ و اینها یک مقدار اقرار آمیز بودش به خاطر این است که در اون لحظه تحت تیز قرار ولی یه مثال بزنم که قضیه روشن بشه شما جلال آل احمد رو بگیر. ایشون فکر میکردن که هر پدیده غربی رو که ما میگیریم این در حقیقت یه نوع میخوام بگم توتیوار بودن هستش از زندگی و این باعث میشه که ما دیگه اون ریشه های خودمون از دست بدیم ایشون با این دیدی که داشتن که در قرب... دیگه در کشور عربی هم داشتیم بهشون گفتن مستقربین یعنی کسانی بله. که قبل زده هستن این این باعث شد که در حقیقت دموکراسی هم که پدیده غربی بوده دیگه در ابتدای امر بله. خب این رو ازش روشنفکرای ایرانی خجالت بکشن چون میگن این چه غربیه ما نباید بیم باید, باید برگردن به ریشه هامون و این به ریشه برگردن برگشتن ها دیدیم نتیجه چی هستش دیگه خب الان این نسل جدید افرادی که من اسمشون گوشتم روشن فیران میانجی به هیچ وجه خجالت نمیکشن اینکه من دموکراسی رو میخوام قبلا خجال یا خجالت میکشن یا فکر کنه یه پدیده بورژوازی هستش خنمه که پدیده بورژوازی به هیچ وجه ریشه ای نداره فقط یه پدیده هستش که در واقع ایدئولوژی بورژوازی رو تعریف میکنه و این ف... تفاوت بله این تفاوت هست ولی علتش علتش اینه که الان گفتمان حقوق بشری و دموکرات بودن اونقدر رواج پیدا کرده که خیلی راحت هر که میتونه بگه من طرفدار دموکراسی ام من طرفدار محیط زیستم و اگر نگه همونطور که گفتم اون وقت اشکار داره این یک مسئله ولی شما خودتون گفتید که احساس میکنند اینا راه حلی وجود نداره و میام و اتفاقا به نظر من به این دلیل احساس میکنن راه حلی وجود نداره و اینکه بعد از چهل سال میبینن تمام این گام های کوچیک کوچیک که البته من به همه اون گام ها خیلی احترام میذارم کافی نیست من همونجوری که گفتم لازم هست ولی کافی نیست اگر ما یک... اگر کافی نیست شما فکر میکنید اون کسانی که آقای خسروخاور روشن فکر واسط یا میانجی مینامه و میگه که حرکات کوچیک مثلا در جنبش سبز بر یا در جریان‌های فمینیستی حرکات کوچیک بر گام های کوچیک برمیدارن چی کار باید بکنن؟ آیا اینها باید درفشی بردارن و مثل روشنفکران و بلند پرواز شعار بدن بیان تو خیابون؟ چنین چیزی نه. اصلا مقدور هست؟ نه اصلا من به شکل حرکتشون کار ندارم من به محتواش کار دارم به این معنا که ما میتونیم اولا از تجارب خارجم استفاده کنیم قرب و این اینکه در خ... قرب زمانی زنان تونستن به حقوق خودشون برسن که پاشونو گذاشتن تو یک کفش گفتن ما قوانین رو باید به نفع زنان به طوری تغییر بدیم که زنان بتونن در عرصه‌های سیاسی مشارکت داشته باشن الان هم هنوز دارن روی مسئله کار میکنن خب بتونن آیا این حقوق چیزی نیست که آیا این چیزی نیست که فعالان حقوق زنان انجام دادن منتها ترجمه کردن به خواست های مشخص مثلا گفتن در هزانت ما چنین چیزی میخوایم در بحث هجاب میخوایم تبعیض برداشته بشه بین اونها که میخوان حجاب داشته باشن اونایی که نمیخوان عملا این کارو مگه نکردن عملا این کارو دارن میکنن ولی فقط از کانال های مدنی به تشکل های مدنی ولی <تصفح> باید بیان پاشون رو بزنن تو سیاست ما الان نگاه میکنیم توی عرصه سیاسی ایران توی احزاب هیچ حزبی شما شرکت فعال زنان رو نمیبینید در مجلس هم خیلی ضعیف در ریاست جمهوری هم که اصلا اجازه ندارن متوجه شدم از نظر خانم عظیمی بی توجهی به سیاست سیاست زده شدن این اتفاقا ضعف روشنفکران واسط و میانجیه یکی از نقاط ضعف روشنفکران واسط همینی که خود من هم گفتم و فکر می‌کنم با ایشون موافقم در این زمینه و این پدیده اجتماعی هستش که باید براش راه حلای پیدا کرد و فقط نمیشه همینطوری گفت که باید این عوض بشه در مورد زنان بعضیاشون حتی میدونید که کاندیدای ریاست جمهوری بودن بنابراین می‌خواستن وارد سیاست بل. بشن جلوشون رو گرفتن. مم. بنابراین اینها نمیشه گفت سیاست زده هست زد سیاست زده به معنای اینکه نفی سیاست اتفاقاً بله. بین روشن فکران زن یعنی مفی... زده از سیاست منظورم ب... ب... نمیشه گفت. اینها رو بریدن از سیاست در حال نمیذارن وارد گود بشن بلد. در حالی که خیلیشون مایل هستن ولی در سطح مثلا در زمینه همین حرکت یک میلیون امضا خب ما مشاهده کردیم و میگم یکی از شاگردان خود من جز این فعالان بودش که یک تز بسیار درخشانی نوشته بود در این زمینه که چاپ شد به زبان فرانسه که در این زمینه نشون میده که خیلی از این فعالان در سطح پایین یعنی در سطح زندگی روزمره بود سیاسیشون ضعیف بود برعکس ما داریم روشنفکران میانی اسم رو میذارم مثلا قانون نسین ستوده و غیر و که اینها خب وارد گوه شدن و در سطح سیاسی کارشون بسیار و بعد دیاسپوراشون خیلی قویه و این بوده دیاسپورا قوی بودن باعث شده که اینها یه مقداری مشروعیت پیدا بکنن در سطح بل. بینالمللی بله این سوال رو در ارتباط با روشنفکرانی که بلند پرواز نامیده میشن و شما این صفت رو میپذیرید منتها معتقد هستید مثبت به این شکل میشه ترک کرد که آیا اونها بیش از حد سیاست زده نبودن اینجا دیگه سیاست سیاست زده به این معنی این که هر چیزی رو ترجمه میکردن به سیاست و موکول میکردن به یک تغییر اساسی سیاسی من نه به این معتقد نیستم من معتقدم اتفاقا این رژیم های سرکوبگرن که هر خواسته حتی سنفی رو تبدیل میکنم به یه امر سیاسی اون موقعی که شما شما اشاره کردید که من اومدم نه فقط من خیلی از کسانی که توی خود من؟ بله ولی بله خب من مهاجرتم برمیگرده به 35 سال پیش و به خاطر اینکه نه فقط من خیلی از کسایی دیگه فقط به خاطر اینکه یک روزنامه چاپ کنم برن شعارهای آزادی خواهانه رو بدن اسلحه که ما بر نداشته بودیم فقط به خاطر یه خواست کوچیکت به خاطر گذاشتن روسری یا نذاشتنش مجبور شدن که کشور رو ترک کنن یعنی این جمهوری اسلامی یا رژیم شاه بوده که سیاست زده اگه به اون معنا که بخوایم بگیم کرد الان هم اگر که به یک خانم می میره روسریشو برمیداره رژیم اینو تبدیل میکنه به یه امر سیاسی و این یک چیز کاملا مدنیه که من بخوام آزادی پوشش داشته باشم به هیچ وجه سیاسی نیست یعنی این سیاسی کردن رو رژیم های استبدادی میکنه موردی هم که شما اشاره کردید میخوام کوچیک بهش اشاره کنم تاکید من رو این که یک فرهنگ ضد سیاست متاسفانه توی ایران جا افتاده چه در رابطه با مرد چه در رابطه با زنا استدلالم اینه که در خارج از کشور که چماق سرکوب وجود نداره ولی تو خارج از کشور هم ما میبینیم که اصولا خیلی خانوما کمتر با تشکل های سیاسی یا مسائل سیاسی سعی میکنن تماس بگیرن بیشتر با فعالیت های مدنی و تو این زمینه خیلی هم پیشرفت میکنن من فکر می‌کنم به خاطر اینکه این سیاست کلا یه مهر منفی روی زده شده و ما باید تلاش کنیم اینو برداریم تا بتونیم تغییرات اساسی توی کشورمون به وجود بیاریم و همون امیدی رو زنده کنیم که شما میگید به خاطر نبودش پا میشن جوان میان خارج میشه چنین گفت آقای خسرو خاور این روشن واسط و میانجی به گفته ایشون باید پرهیز کنن از ترس از سیاست و باید ده، 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 امر سیاسی رو بهش بها بدند مسئله اساسی تحولات اجتماعی یعنی من شخصا میتونم این ایده رو داشته باشم که باید این طور بشه این بایدها که در این زمینه من با ایشون هم موافقم این باید ها در سطح اجتماع اونطور که باید و شاید تأثیر پذیر نیست ام. واقعیت اجتماعی این است که الان مسئله سیاست در بحران چه در غرب چه در <تصفح> چه در شرق شما در غرب هم میبینید که چه پوپولیسم های مختلف آقای ترامپ و غیره و همین نشان دهنده بحران سیاسی هستش در امریکا بنابراین مسئله سیاست در بحران بی‌اعتمادی به سیاست و نخبگان سیاسی دقیقا. این, دقیقا. میشه. این بحران وجود داره در کشورهای مثل مال ما که میگم تق... تقریبا شما الان میگین تمام آفریقای شمالی بجز شاید تونس و خاور میانه ما حکومت هایی داریم که هیچ مشروعیتی ندارن ولی به علت زیق حرکت های اجتماعی کمبود حرکت های اجتماعی اینها با پا پابرج هستن و اکثر اینها پا هستن به خاطر اینکه حرکت های اجتماعی قبلی شکست خوردن زیق حرکت های اجتماعی به گفته شما یا شکست حرکت های اجتماعی بخشیش به دلیل ناکامی و سرخوردگی کسانی که عوامل مؤثر این حرکت های اجتماعی هستند که به گفته شما روشنفکران واسط و میانجی هستند شما در توصیف روشنفکران واسط و میانجی همین رو هم گفتید گفتید اینها شکننده و بی‌ثبات هستند اگر جریان روشنفکری واسط و میانجی به گفته شما الان جریان قالبه در جامعه ایرانی وقتی میگم جامعه ایرانی هم داخل هم خارج و اگر این جریان شکننده و بی این به ما در مورد آینده چی میگه یعنی عملا ما اخشاری که میتونن تأثیر گذار باشن رو به عنوان اخشار شکننده و بی معرفی کردیم نتیجه به نظر شما چه خواهد بود این یک تصویر میشه گفت معیوز کننده ای رو میده نه در این حال فراموش نکنیم که همین شکننده و بی ها گاهی اوقات میتونن در حقیقت پدیده هایی به وجود بیارن که نظام سیاسی رو کاملا منقلب بکنه در مصر اینطور بود در تونس اینطور بود تا حدود زیادی گرچه در تونس مثلا اون سندیکای کارگری بودش که نقش اساسی بازی میکرد ولی با این حال اگر اینها نبودن این دیپلمه های بیکار نبودن و غیر وضعیت مصر وضعیت ایران فقط گویاست دیگه یعنی شم... عملا اردن بله الان جامعه هست که مشروعیت که... سیاست مشروعیت نداره و بنابراین مد الان یک دوران بحران سیاسی رو داریم در پی میگذاریم من فکر میکنم یک نسل جدیدی لازمه شما یکی نسل 2009 نسلی که حرکت سبز رو کرد خورد شده و یک نسل نمیتونه دو تا دو تا پدیده اجتماعی عظیم رو به وجود بیاره سرخوردگی پیدا کرده به زندان افتاده خارج شده از ایران اینها میتونن کمک بکنن به وجود اومدن نسل جدیدی که من فکر میکنم در خواهر میانه این نسل به وجود خواهد آمد و روشنفکران جدیدی که این حرکت های اجتماعی رو این روشنفکران بکنن جدید, جدید فکر میکنین مختصاتون چه خواهد بود اگر خانم عزیمی بگه که باید چیزهایی از اون روشنفکران بلند پرواز قرض بگیرن شما رد خواهید کردی اصلا. نه 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 من فکر مثلا روشن میانی میتونن نقش اساسی باشن روشن بلند پرواز از دید من <applause> پدر بزرگان هستن یعنی مردن <applause> یا دارن در حال در حال رفتن به اون دنیا روشن فکران جدید روشن میانی هستن یعنی بله. اونطور بلند پروازی و مطلق گرایی ندارن خانم از این آقای خسرو قابل میگن روشن فکران بلند پرواز دارن منقرض میشن این البته من بیان ملایمی هستم بله البته امیدوارم که منقرض نشه اینجا خوب نیست این به اصطلاح مقایسه رو بکنم ولی بعضی از انواع حیوانات هم که در حال انقراضه همیشه سعی میکنن اینا رو نجات بدن برای اینکه انقراضشون به ضرر دنیاست در مورد بلند پروازم من معتقدم که اتفاقا بلند پروازی نه فقط در جنبه سیاستش گفتم حتی تو زمین علمی الان بشر داره به این فکر میکنه که بره یک سیاره دیگه زندگی کنه خب این بلده کار بلده زحمت این مقایسه داره. رو خیلی نمیپذیرن درسته بشر از نظر علمی بسیار باید بلند پرواز باشه و بوده اما وقتی ایشون در حوزه سیاست میگن بلند پروازی منظورشون در واقع یوتوپیایی فکر کردن ناکجایی فکر کردن دیگه ناکجا نا مطلق ببینید بشر هر روز پیشرفت میکنه من فکر میکنم امروز اینکه ما فکر کنیم یک جهانی خواهیم داشت که توش فقر وجود نداشته باشه اصلا اوتوپیا نیست اگر ما مدیریت کنیم برای اینکه تولید به اندازه کافی هست ولی هر روز کل غذا دور ریخته میشه در اینکه که یه عده زیادی از گشنگی میبینن اگر این مدیریت درست باشه و هدف فقط سود نباشه میتونیم ما به منیج کنیم تمام مشکلات دنیا رو بنابراین یک اوتوپیای درست یک رویای درست اگر همه بپذیرنش میتونه به واقعیت تر تبدیل بشه من ولی این اوتوپیا و اوتوپیای جامعه بی طبقه نیست نه 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 اوتوپیا نه, نه دیگه همین فرق اساسی بین روشنفکر میانی و میان و روشنفکر مطلق گرا اینه ولی همه این روشنفکران بولن پرواز معتقد به جامعه بی طبقه اصلا هیچ اینو قبول نداره به نظر الان قبول نداره ولی در سه چه سال ما... سال. یا مثلا روشنفکران مطلق گرا ما داشتیم که اسلامی مثلا آقای شریعتی خب اسلامیش بود دیگه فکر می‌کرد جامعه بی طبقه توحیدی یعنی جامعه توحیدی نه. یا مثلا جامعه ای که مثلا حاکمیتی مثلا مودودی و بعدا سید قطب که شما میزنید آل احمد شریعتی خب مثالی که خیلی خوب به خدمت تحلیلتون در میاد اما مثال دیگه خود آقای سروش حرکتی که کرده از پیش از انقلاب ایران تا حالا آیا نشون نمیده که روشنفکران فکران و بلند پرواز ضرورتا مطلق گرا نه میستند. ایشون یا کنید بلد. اول بلند پرواز بود چنانچه رفتش در خود میدونین که به هر حال یه دوره قابل انتقادی داره که خودش هم تا حدودی قبول بلد. داره ولی بعدا تبدیل میشه به یک روشن فکری که دیگه بلند پروازی رو میشه کنار که در اون توصیفاتی که در مورد این روشنفکران رویت. چهل سال پیش میکنیم الان ضرورتاً توصیفات دقیقی نیستن نه توصیفات دقیقی نیست یعنی عوض شده محتوای فکریشون عوض, 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 شده الگوی رفتاریشون عوض, عوض شده رابطهشون با جامعه ح... عوض شده اینا خوب یک سال دیگه من میخوام بپرسم که البته خودش میتونه موضوع یک برنامه باشه اون چه که شما پایان مطلق گرایی مینامید یا انقراض روشنفکران مطلق گرایی مینامید اگر ایده بیان بگن که در دارید میگید که شروع دوران احاطه و تسلط یک ایدئولوژی اونم ایدئولوژی لیبرال که بقیه رو مطلق گران مینامه آیا این چیزی که شما مینامید در واقع توصیف دیگرش این نیست که احاطه یا تسلط مطلق یک ایدولوژی و اونم لیبرالیسم اینم خیلی خطرناکه ما روشنفکران لیبرال یا نئولیبرال داریم که اینها فکر میکنن دنیا بهشت میشه اگر سرمایه داری تامین پیدا بکنه به صورت مطلق در تمام دنیا و این این هم اتفاقا همونقدر خطرناکه بلد که بلد روشنفکری مطلق گرای مارکسیستی یا اسلام گرای چیزی اگر دارید پیش از پایان برنامه بگید من برگید. فقط همون که گفتم تکرار می که مارکسیسم امروز دیگه مطلق گرا مثل سابق نیست الگوهای بله یعنی این مطلق گرایی در روشنفکران به اصطلاح بلند پروازم کاملا از بین رفته و درس گرفتن خودشون منطبق کردن ولی هنوز نمردن و بهتر که ما تلاش کنیم نه. که نمیرن تا به عنوان روشن فکر پدیده فکری ایشون دیگه اینها دیگه مطلق اتمن... و بلند پرواز نیستن منظورشون هم اینه نه اینکه شخص شخص بله و, اتمن... و یه کمی اومدن زمینی شدن و بلند پروازی و با زمینی اگر ما هر دوشو تلفیق کنیم اون وقت یه نتیجه خوب به نظر به آخر پرگار این هفته میرسیم تشکر از شما که پای این بحث نشستید و همینطور از مهمان های برنامه فرهاد خسروخاور و فرزان عظیمی در روزهای شنبه چندین ساعت زودتر از اولین پخش تلویزیونی پرگار این برنامه رو روی یوتیوب منتشر میکنه به این ترتیب اگر مایل به دیدن پرگار در یوتیوب هستید میتونید زودتر از دیگران برنامه رو ببینید هم پرگار یوتیوبی و هم پادکست یا نسخه شنیداری این بحث در وبسایت بی بی سی فارسی قابل دریافت البته پادکست برنامه در کانال تلگرام بخش فارسی بی, بی سی هم منتشر میشه زمنا دوستان پادکست پرگار میتونن چند دقیقه اضافه گپ خودمونی بعد از پایان این برنامه تلویزیونی رو بشنوند. شب و روز بر همه شما خوش.